برادران ما، همسایگان ما، به کمپ پیامبر پناه ببرید، به کمپ قرآن پناه ببرید، به سوی کمپ دیوید نروید. سخنان حسن روحانی پیش درآمدی است برای سخنرانی رهبر ایران در جلسه با حضور سفرای کشورهای اسلامی و مسئولان ارشد نظام. دو روز بعد از انتشار بیانیه مشترک سران کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس با رئیس جمهوری آمریکا پس از نشستی در کمپ دیوید، شاه بیت این بیانیه تعهد آمریکا به تأمین امنیت و ثبات متحدانش در خلیج فارس بود، نکته‌ای که آیت الله خامنه ای آن را بر نمی‌تابد. اگر خلیج فارس امن باشد همه ما استفاده می‌کنیم از این امنیت، اگر خلیج فارس ناامن باشد برای همه ناامن است. خلیج فارس ناامن برای همه ناامن خواهد بود. اون کسی که باید این امنیت را حفظ کند اون کسانی هستند که خلیج فارس مال اونهاست، متعلق به اونهاست، خانه اونهاست. آمریکا چه کار است که بیاد اینجا درباره مسائل خلیج فارس اظهار نظر بکند، یارگیری بکند؟ آیت الله خامنه ای همزمان ضمن تایید حمایت ایران از شیعیان یمن، عملیات هوایی کشورهای ائتلاف به رهبری عربستان را باز تولید جاهلیت قبل از اسلام خواند. ما از هر مظلومی حمایت خواهیم کرد. امروز ملت یمن مظلومند، دیگه از این ظلم بالاتر نیست. مشرکین مکه هم وقتی ماه رجب میشد جنگ رو قطع میکردن. زشتر و بدتر از مکه اون روز امروز کسانی هستند که در ماه رجب، ماه حرام، خانواده های یمنی رو به عزا می نشانند. اما رئیس جمهوری آمریکا که تلاشش برای مرتفع کردن نگرانی های کشورهای عرب در مورد توافق هسته‌ای احتمالی با ایران تا اینجا ناموفق بوده، روز جمعه در تلاش دوباره در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی العربیه شرکت کرد. او گفت توافق با ایران به معنی رفع همه نگرانی ها نیست. وقتی صحبت از قابلیت های مشترک برای مقابله با اقدامات بی ثبات کننده در منطقه می کنیم، برخی از این نگرانی ها به ایران مربوط می شود. حتی اگر درباره موضوع هسته‌ای به توافق برسیم، همچنان نگرانی هایی درباره بعضی از اقدامات ایران و سپاه پاسداران حزب الله لبنان وجود خواهد داشت. به نفع همه ماست که اطمینان حاصل کنیم ایران به سمت سلاح‌های هسته‌ای نمی رود. باید برای ایران شرایطی را فراهم کنیم که آنها در تجارت، آموزش و تبادل علمی نقشی مثبت تر بازی کنند. این آخرین تصاویر از جنوب یمن است. با وجود آتش بس، درگیری های پراکنده بین شبه نظامیان حوثی و نیروهای هوادار رئیس جمهوری در تبعید یمن، ده ها نفر را در دو روز گذشته کشته. ادامه این درگیری ها آتش بس شکننده فعلی را شکننده تر و احتمال ادامه جنگ نیابتی بین ایران و عربستان را بیشتر خواهد کرد. مجید افشار، بی بی سی.